الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. حضار گرامی، محاسن سفیدان معزز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ثانیاً در ارتباط روز عید و در ارتباط پیام امیر المؤمنین چند دقیقه شما را مختصر میگیرم. هرچند خود ما اعلان کردیم که افتونیم، باز اما پیام تغییر کرد که 15 دقیقه به تأخیر گفته. از اون خاطر ما 15-20 دقیقه انشاءالله نوقتر میخوانیم. برادر عزیز، ما و شما یک ماه مکمل در پذیرایی یک مهمان ویژه بوده، مهمانی که از طرف الله بود. خوشا به حال آن اشخاص و افرادی که از این ماه استقبال درست کردند، اشخاصی که طاعت و عبادت بیشتر می‌کردند، با رفتن این مهمان محزون شدند، غمگین شدند. چرا؟ به خاطر که یک رکعت نفلشان برابر با فرض بود و فرضشان تبدیل به 70 فرض می شد. پس انسان مؤمن با رفتنی همچون مهمان الهی محزون می شود، غمگین می شود، ناراحت می شود که طاعت و بندگی بسیاری که من انجام می دادم آب کم شده. باز هم از الله متعال استدعا داریم که طاعت و بندگی ما را در این ماه پرفیض و برکت که گذشت قبول به درگاهش بفرماید. و امروز برادر عزیز، روز اول عید سعید فطر است. ما روزها در ارتباط صدقه فطر صحبت کردیم که باید قبل از آمدن به نماز صدقه فطر پرداخته شود. انشاءالله که همین شکل شده و صدقه فطر پرداخته شده. برادر عزیز، عید در 2 هجری بر مسلمانان فرض شده، در 2 هجری. امروز روز خوشحالی مسلمان است. هیچ مسلمان حق ندارد که در این روز غمگین بوده باشد، ناراحت بوده باشد. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم از غمگینی، از پریشان حالی با ذات اقدس الهی پناه خواستند. پس هیچ احدی حق ندارد که خود را غمگین بگیرد، حتی اشخاصی که مصیبت دامنگیرشان شده، اونها در این روز حق ندارند که به سوگ اون مصیبتی که دامنگیرشان شده بنشینند. امروز باید مسلمان خوشحال باشد. این خوشحالی از طرف ذات اقدس الهی است. برادر عزیز، میرویم به پیام امیرالمؤمنین و آغاز میکنیم بعد از پیام امیرالمؤمنین انشاءالله نماز را. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تنفيذ شريعت إسلامي، هدف مهم جهاد في سبيل الله كيك ركن مقدس إسلام است، و تنفیذ شریعت اسلامی ایلای کلمت الله و تنفیذ شریعت اسلامی می باشد. امارت اسلامی نیز برای رسیدن به اهداف جهاد مقدس و حراست از قربانی های مجاهدین به این هدف اساسی و اولویت می دهد.
و برای دستیابی آن تلاش های مختلف را به کار انداخته است. تأمین عدالت، حدود شرعی و تعذیرات شرعی را محاکم در مطابقت با اصول شرعیت به گونه یکسان اقامه می کند، جلوی ظلم را می گیرد و از مظلوم دفاع می نماید. برای جلوگیری از منکرات و اقامه معروفات، وزارت امر معروف و نهی از منکر و سماع شکایات در مطابقت با اصول شرعی این وظیفه مقدس را به پیش می برند. شوراهای علمای کرام و متنفذین یک جا با مسئولین برای تطبیق احکام شرعی ارائه مشوره های نیک، حفظ وحدت میان علما و تحکیم اعتماد میان امارت اسلامی و مردم بر اساس یک لایحه به کار مشغول می باشند. مسئولین در راستای اطاعت از آنها مکلف شدند. سلسله ایجاد این گونه شوراها پس از ولایات به ولسوالی‌ها نیز گسترش می‌یابد. به تدریج شوراهای علمای کرام و متنفذین در تمام ولسوالی‌ها تأسیس خواهد شد. دفاع از محاکم و قناعت به فیصله‌ها و پذیرفتن آن، عملی نمودن توصیه‌های مسئولین امر به معروف و نهی از منکر و همکاری در کارها با آنان و پذیرفتن شریعت به گونه انفرادی و اجتماعی مسئولیت هر مسلمان است. تعلیم و تربیت. وزارت معارف برای آموزش‌های دینی و عصری نسل جدید در تمام ولایات و ولسوالی‌ها تشکیلات گسترده دارد و صدها مرکز دینی و علمی را فعال ساخته است. به منظور آموزش، تعلیم و کفالت بهتر تمام یتیمان، دارالایتام‌ها در هر ولایت و شماری از ولسوالی‌ها ایجاد شدند که از سوی یک ریاست مستقل اداره می شود. مکلفیت هر برادر مسلمان است که فرزندان خیش را تربیت بهتر نماید، با آنان تعلیم دهد و برایشان فرصت تعلیمات دینی را فراهم سازد. امنیت. افغانستان چندین دهه ناامنی، نابسامانی و مشکلات را متقبل شده است. پس از مشکلات ها قربانی ها و تکالیف زیاد، الله تعالی یک انعام بزرگ برای ما ارزانی فرموده که در اینجا فضای امنیت را حاکم گردانیده. هم امنیت ظاهری آمده و هم امنیت باطنی تأمین گردیده است. امنیت ظاهری این است که نفسها، اموال و عزت مردم در امن می باشد. امن باطنی این که استقلال و آزادی آمده و این نعمت بزرگی الله تعالی است. اکنون شما از این دو گونه امنیت حفاظت می کنید و با مسئولین امنیتی هر نوع همکاری می نمایید و این را مسئولیت خیش بدانید، زیرا الله پاک ما را با آن مکلف نموده است که در یکی با مردم همکاری کنیم و در بدی با کسی همکار نشویم. پس جلوی مفسدین را بگیریم و شما در تأمین امنیت مسئولیت دارید. اگر خون یک فرد به ناحق بریزد، تمام ما مسئول می باشیم، زیرا الله متعال هر مسلمان را به این مکلف کرده است که جلوی بدی ها را بگیرد و اگر شما همکاری نکنین، مسئولین امنیتی خانه به خانه رفته نمی توانند. شما به امنیت شهر، خانه و کوچه‌تان توجه نموده و با آنان همکاری کامل نمایید. اقتصاد. یکی از مسئولیت‌های شرعی نظام و قیادت اسلامی توجه به اقتصاد رعیت می باشد و آن تلاشی است که به وسیله آن رعیت از احتیاج رهایی می‌یابد و با زور و بازوی خیش رزق خود را فراهم می‌سازد. امارت اسلامی تا حد ممکن تلاش‌های خیش را در راستای ایجاد شرکت‌ها به خرج داده است و کارهای عامل منفعه را انجام می‌دهد تا زمینه نفقه و رزق مردم فراهم گردد.
انتلاش ها تا یک اندازه ادامه دارد و کارهای نیز در زمین آغاز شده است. شما نیز آرام ننشینید، کوشش کنید بگونه انفرادی و اجتماعی زمینه را برای کارها فراهم سازید. در بین خود شرکت ها را ایجاد نمایید، فرصت را برای پیشت و کار و ایجاد فابریکات فراهم سازید و با امارت اسلامی همکار شوید و اقتصاد مملکتتان را قوت و رشد دهید. امارت نیز توجه می کند. شرایط بهتر در بخش های پیشت و زراعت، مهار و آب، ساخت فابریکا ها و پیشرفت و صنعت برای شما فراهم کند. بالای الله متعال توکل می کنیم. شما نیز تمام راه های جایز را که کسب پیدا کردن رزق حلال می شود تعقیب نمایید. از معاملات ناجایز پرهیز کنید. مال حلال را کمایی نمایید. بر بیگانگان اتکا نکنید و نه هم به طمع دیگران باشید. ما هم از امارت اسلامی چندین خواهش داریم. یک، مکتب دختران را باز بکنیم. همون شکل که برادران حق دارند که ربی حقیقی را بشناسند، مادران ما حق دارند که خالق لایزال را عبادت بکنند، به دین چنگ بزنند. همون شکل که برادران حق دارند که از امورات دینشان با خبر شدن، خواهران و مادران ما حق دارند که خدا را بشناسند، امورات دینیشان را یاد بگیرند. خواهش ما از امارت اسلامی است که مکاتب دختران را باز بکنند. و در ارتباط اقتصاد، پیام ما به نمایندگی از کتله بزرگ ای است که کار آفرینی برای ملت مظلوم رنجیده داشته باشد. امکاری اگر امارت با مردم نداشته باشد، مردم جور بینانی می کشند. برخورد با همه جهت ها در چوکات شریعت. امارت اسلامی افغانستان در چوکات خط مشی شرعی خیش با هر که روابط حسنه بر اساس احترام متقابل می خواهد و از هر جهت نیز می خواهد که این نیت و اراده نیک امارت اسلامی را بدیده شک نبینند. قول و تعهد ما تعهد است و از آنها نیز توقع توجه به حریم منافع و عزت افغانستان را داریم و می خواهیم که روابط نیک را با ما در پیش گیرند. با تمام کشورهای منطقه در روشنایی دین مقدس اسلام، در چوکات سیاست، متوازن و اقتصاد محور به پیش می رویم. با همه مناسبات خوب سفارت سفارتی و اقتصادی می خواهیم. آنها نیز امنیت، ثبات و پیشرفت افغانستان را فرصت خوب بدانند. بیشتر از پیش روابط خوب را با ما گسترده دهند، با ما فضای اعتماد را ایجاد نمایند و پالیسی و بر اساس روحیه همکاری در پیش گیرند. به وزارت امور خارجه امارت اسلامی وظیفه سپرده شده است که با تمام کشورها به ویژه جهان اسلام را فضای اطمینان، اطمینان بهتر را ایجاد نمایند. روابط امارت اسلامی با تمام جهان اسلام بر اساس برادری استوار است. تمام مسلمانان برادران ما هستند. با توجه به این اصل، ما دین مشترک، باورها و عقاید مشترک داریم، منافع مشترک داریم که باید بر مبنای آن دیدگاه مشترک داشته باشیم. در درد و غم همدیگر شریک بوده و به انداز توان خیش با همدیگر کمک و همکاری نماییم. اتخاذ چنین موقف تمام مشکلات مشترک ما را کاهش داده و حل کرده می تواند و امارت اسلامی خواهان ایجاد چنین فضایی می باشد. فلسطین، قضیه فلسطین قضیه تمام امت اسلامی می باشد. ما یک بار دیگر تجاوز و اشغالگری اسرائیل بر غزه را تشدیداً محکوم می کنیم. از تمام کشورهای اسلامی، حتی جهان، می خواهیم که هرچه زودتر دست ظلم اسرائیل را کوتاه بسازند تا در آنجا تجاوز پایان یابد
به ویژه امت اسلامی مسئولیت دارد که از داعیه فلسطینیان مظلوم حمایت کامل نماید و با یک صدا در محدوده امکانات خیش در کنار فلسطینی ها استاد شوند. جای تأسف است که مدعیان حقوق بشر جهان ظلم بر فلسطین را نظاره می کنند و تا کنون هیچ جناح بین المللی گام عملی در راستای توقف این ظلمه ها بر نداشته و مسئولیت خیش را در قبال این اندوه بزرگ ادا نکردند. نه تنها اشخاص و افرادی که مسئولیت حقوق بشر را در سازمان ملل دارند، ما گله از آنها نداریم، ما گله از حکام و سلاطینی که در کشورهای اسلامی در رأس قدرت و در کرسی ها تکیه زدن گله ایمان از اوست. باید جا داشت که 53 الی 54 کشور اسلامی خود عده از عظیم نیروهای امنیتیشان را برای دفاع مظلومین آن سرزمین اعزام می کردن و سینه خود را در مقابل آن اشخاص سپر قرار می دادن. گلای ما از اشخاصی که مسلمان نیستن، گلای ما از اون نیست، گلای ما از کشورهای عربی و کشورهایی که دست تمدن و قدرت و اقتصاد می زنن از آنهاست. نه از کفاره که منتظری هستن که مسلمانان دست جمعی هلاک شدن، بلکه گلای ما از تو کدار کشورهای اسلامی، عربستان و اردن و ترکیه و قطر است. باید اینا نیروی عظیمشان را می فرستادن به کمک برادران و خواهران فلسطینی ما. جلوگیری از مواد مخدر، ممنوعیت کشت مواد مخدر در کشور بر اساس مکلفیت اسلامی و شرع امارت اسلامی و تطبیق فرمان امارت اسلامی به گونه بهتر از سوی هموطنان در این خصوص دستاورد بسیار بزرگ می باشد. انجام این کار بزرگ حمایت قاطع مردم از عزم و تصمیم امارت اسلامی را نشان می دهد و بیانگر این است که دیگر افغانستان از مواد مخدر پاک می گردد. جمع‌آوری معتادین مواد مخدر در کابل و ولایات و سپردن سالم آنان پس از معالجه به خانواده‌هایشان یکی از مکلفیت‌های دیگر شرعی است که امارت اسلامی آن را انجام داده و به غم و درد خانواده‌های یکدیگر یک بخش بزرگ ملت رسیدگی صورت گرفته است. تمام مردم افغانستان به این مکلفم که در تطبیق این فرمان با مجاهدین همکاری نمایند. به تمام مسئولین و مجاهدین امارت اسلامی، برای تمام شما توصیه های زیر را داریم که همتان با آن عمل کنید و هر مسئول آن را با زیر دستان خیش نیز شریک سازد تا با مردم تا برای مردم خود خدمت بهتر نماییم و با آنان برخورد نیک داشته باشیم و حقوق شرعیشان را ادا بکنیم. اول، تمام مسئولین با کارهای خود بسیار متوجه باشند حقوق بسیاری از مردم افغانستان با وزارت ها و ولایات، ریاست ها و اداره های مرتبط است. پس اگر کدام مسئول غفلت می کند، با این کارش حقوق تعداد زیاد از انسان ها ضایع می گردد و غفلت مسئولین در شریعت عذر پنداشته نمی شود. دو، مسئولین باید در میانشان زندگی برادرانه داشته باشند، از اختلاف و خودخواهی اجتناب ورزند. با این کار ثمره جهادی که تحکیم نظام اسلامی است حفظ می گردد. جهاد افغانستان در برابر شوروی و کمونیسم پیروز گردید و شوروی شکست خورد، اما در میان مسئولین اتفاق نه بلکه خودخواهی بود. به همین سبب ثمره جهاد به دست نیامد، نظام اسلامی برپا نشد و افغانستان به نابسامانی های زیادی مواجه گردید. سی، امنیت با سختگیری و زیاد بودن تلفات به میان نمی آید، بلکه امنیت در اثر تطبیق شریعت و عدالت برقرار می گردد و ناامنی زمانی می آید که در برابر شریعت مخالفت صورت گرفت. پس اصلاح خود ما ضروری است، زیرا گناه هر مسئول و فرد تأثیر منفی بالای نظام دارد. چهار، از ظلم اجتناب ورزید. اگر بالای یک فرد ظلم صورت گرفت،
نفرین آن تمام نظام را به لرزه می آورد، زیرا میان آه مظلوم و الله پاک پرده وجود ندارد. 5. دشمنان شما در انتظارند که مانند مجاهدینی که پس از پیروزی جهاد بر ضد کمونیسم میانشان اختلاف پیدا شد، میان مسئولین امارت اسلامی نیز اختلاف رونما گردید. مگر با ما برایشان میگوییم که این آرمانتون را انشاءالله تعالی برآورده نمی شود. قل موتو بغیظکم ان الله علیم بذات الصدور. 6. مردم افغانستان بسیار رنگ دیدن، بسیار ظلم ها بالایشان شده و قربانی های فراوانی دادن. این پیروزی در اثر قربانی های این مردم به میان آمده است. پس این مردم را بسیار قدر و خدمتشان را کنید و فریادشان را بشنوید، این که دیروز در خانه هایشان برای ما جای دادن و نانشان را با ما نیست می کردن، امروز آنان را فراموش کنیم. این بیوفایی و جفاست که به شأن یک مجاهد کاملا مناسب نیست. هیچ کسی باید به ناحق آزار نبیند. اگر کسی زندانی می شود باید پیش از پیش تحقیق گردد که کسی از وی بی جا شکایت نکرده باشد و با جرم اندک تکلیفی بیشتر برایش نرسد. پس احتیاط کنید که بگونه ناحق از شما آزار نبینند. 8. هیچ گونه تفرقه و تبعیض در امارت اسلامی جای ندارد. فردی که از جنوب در شمال مسئول است و از شمال در جنوب مسئول بوده باید خدمت کند. 9. امتیاز بر اساس تقوا، اهلیت و امانتداری خواهد بود. باید فکر قوم، زبان، خویشاوندی و سمت در میان مسئولین به میان نآید و اگر نزد کسی این مرض باشد همه به وی متوجه شوند و جلوش را بگیرند. 10. اگر کسی محتاج باشد آن خبر شود، خود را به وی برساند. این تفاوت را قائل نشود که کی و از کجا هست. 11. این دوره می گذرد. ما و شما باید تلاش نماییم که برای نسل‌های آینده تاریخ خوب، لوائح خوب و اصول خوب به جا بگذاریم. توجه بیشتر به آخرت و رضای الله تعالی نماییم. 13. روز دهنده و حفاظت کننده الله جل جلاله است. تمام قدرت های دنیا نه در روزی شما نه روزی شما را گرفته می تمام قدرت های دنیا نه روزی شما را گرفته می توانند و نه آن را قطع می توانند و نه هم زندگی شما را گرفته می توانند. به الله تعالی توکل کنید، در راستای به دست آوردن رضای الله تعالی تلاش نمایید. 14. مردم را به احکام و اخلاق اسلامی ترغیب و تشویق کنید. به عوض جبر و اکراه از ملایمت و تشویق کار بگیرید. با زورگویی مردم از شما نفرت می کنند و با تشویق با شما دوستی و اخلاص می نمایند. کوشش کنید که عادت شرعی و معمولات دینی، تعلیم و تعلم دوره جهاد از شما ترک و فراموش نشود. 15. تعلقتان را با قرآن کریم نگه دارید. حداقل روزانه یک پاره از قرآن عظیم الشان تلاوت کنید. به خاطر وظایف بلند خرسند نشوید و اگر از وظیفه سبکدوش شدید ناراحت نشوید. هدف این که به منصب قلب‌هایتان را وابسته نسازید. از چهره های بدنام دوره های گذشته عبرت بگیرید و از این گونه اعمال و اخلاق خودداری نمایید، زیرا سبب بدنامی و بدگمانی میگردد. بنان با اخلاق سلف صالحین خود را آراسته سازید. مساعدت با فقرا. برای افراد سرمایه‌دار و مالدار صدا می کنم که در این شب و روز مبارک عید افغانهای نادار و فقیر را فراموش نکنید. آنان برادران ما و شما هستند. همکاری و کمک به آنان وجیبه ما می باشد و همه تان در چوکات و امکانات خیش به افراد بی بضاعت و فقیر کمک و مساعدت نمایید. در اخیر یک بار دیگر عید سعید فطر را به همه‌تان تبریک میگویم. الله تعالی همه شما را از هر گونه آفات و حفاظت نماید و الله پاک موفق
نصیب همه شما بگرداند. این بود پیام امیرالمؤمنین، خدمت شما ارائه کردم. الله متعال همه ما و شما را در حفظ و امان خود داشته باشد. ان شاء الله نماز را آغاز می کنیم.